جنس دوم جلد دوم فصل دوازدهم زن آشه <applause> کلمه عشق برای هر دو جنس ابدا یک معنا ندارد و این یکی از منشه های سوء مبهمی است که دو جنس را از هم جدا می کند بایرون با به حق گفته است که در زندگی مرد عشق چیزی بیش از سرگرمی نیست حالان که برای زن زندگی به شمار می رود. این همان اندیشه است که نیچه در دانش شاد بیان می کند. نیچه می گوید کلمه عشق برای مرد و برای زن دو معنای متفاوت دارد. آنچه زن از عشق درک می کند نسبتا روشن است. عشق فقط از خودگذشتگی نیست. هدیه کامل جسم و جان بدون قید و شرط، بدون هر گونه رعایت و ملاحظه و از هر جهت است. همین عدم قید و شرط است که از عشق او ایمانی یکان ایمانی که زن داشته باشد می سازد. اما مرد اگر زنی را دوست داشته باشد همین عشق را از زن می خواهد. در نتیجه او بسیار دور از آن است که هر احساسی را که برای زن تقاضا می کند برای خود نیز بخواهد. اگر مردانی یافت شوند که همین نیاز واگذاری کامل را احساس کنند عقیده من این است که آنها مرد نیستند امکان دارد که مردهایی در بعضی لحظه های زندگی خود دلباختگانی صدایی باشند ولی یک مرد هم وجود ندارد که بتوان او را به مسابه عاشقی بزرگ تعریف کرد. آنها در پرشورترین رفتارها هم هرگز به طور کامل به کنارگیری دست نمیزنند. حتی اگر در برابر معشوقه به زانو درآیند آنچه باز آرزو می کنند تصاحب او به خود منظم کردن اوست. مردها در دل زندگی خود چون نفسهای مسلط باقی می زن مورد علاقه جز ارزشی در میان سایر ارزش ها نیست. مردها میخواهند که او را جزئی از هستی خود کند، نه اون که تمام هستی خود را در او غرق کنند به عکس برای زن عشق عبارت از کنارگیری کاملی به سود یک ارباب است سیسیل سواژ می نویسد زن زمانی که دوست دارد باید شخصیت خود را از یاد ببرد این قانون طبیعت است هیچ زن بدون اربابی وجود ندارد بدون وجود ارباب زن دست گل پرپری است اما در حقیقت پای قانونی طبیعی در میان نیست اختلاف موقعیت است که در برداشتی که مرد و زن از عشق دارند انعکاس میپذیرد فردی که نفس است فردی که خودش است اگر دارای ذوق و سلیقه سخاوتمند تعالی باشد میکوشد که به تسلط خود بر دنیا گسترش دهد او جاه طلب است دست به اقدام می زند. اما موجود غیر اصلی نمی تواند که مطلق را در ذهنیت خود کشف کند. موجودی که به حالیت اختصاص یافته در کارهایش نمیتواند به خود تحقق ببخشد. زن که در دایره عمل نسبی زندانی است از همان بد و تولد وقف مرد شده است و عادت کرده که در وجود مرد فرمانروایی ببیند که به زن اجازه داده نشده خود را با او برابر کند. وقتی ادعای فردی انسانی بودن را از دست نداده باشد، هر رویایی که در دل بپرورد در حکم فراروی از خودش به سوی یکی از این موجودهای برتر در حکم یکی شدن و درآمیختن با نفس مسلط است. برای زن، مفری دیگر وجود ندارد. جز اینکه جسم و جان خود را در کسی که به مسابع مطلق و اصلی نشان داده شده گم کند او حال که به هر صورت محکوم به وابستگی است به جای اینکه از خود کامگان پدر مادر شوهر حامی فرمان برد ترجیح می دهد به خدایی خدمت کند و بردگیش را با چنان شور و حرارتی برمیگزیند که آن را چون بیان آزادیش می آبد. می که با پذیرفتن اساسی موقعیت خود که همان موقعیت شیء غیر است بر آن غلبه کند. در خلال تن خود احساسهای خود رفتارهای خود از مرد مورد علاقش حد اکثر تجلیل را به عمل می آورد. او را چون ارزش و واقعیت عالی مطرح خواهد کرد. در برابر او نابود و محو خواهد شد. برای او عشق به نوعی مذهب بدل می شود. دیدیم که دختر نوجوان در آغاز می خواهد با نرها یکی شود. هنگامی که یکی از این امر انصراف کامل یابد در صدد برمیآید که محبوب یکی از آنها شود و از این طریق در مردانگی آنها شرکت جوید چیزی که او را اقوا کند فردیت این مرد یا مرد دیگر نیست او عاشق مرد به طور کلی است ایرن ریولیوتی می نویسد مردانی که دوستتان خواهم داشت چقدر در انتظارتان خواهم بود از اینکه به زودی شما را خواهم شناخت چقدر شاد می شوم به خصوص تو ای نخستین مرد من البته لازم است که مرد به همان طبقه و نژاد زن تعلق داشته باشد امتیاز جنس فقط در این چارچوب دارای کارایی است مرد برای آنکه نیمه خدایی باشد در درجه اول باید موجودی انسانی باشد برای دختر افسری که در مستمره ها زندگی می کند، فرد بومی انسان نیست. اگر دختری خود را به کهتری تفویض کند، یعنی اینکه در صدد منحت کردن خودش است. زیرا خود را شایسته عشق نمی داند. معمولا دختر به دنبال مردی می گردد که در او برتری مردانه آشکار باشد. دختر خیلی زود به این نتیجه می رسد که بسیاری از افراد جنس برگزیده به نحوی اندوهناک موجوداتی محتمل و زمینی هستند. اما ابتدا نسبت به آنها پیشداوری مساعدی دارد. آنها کمتر از آنچه به نحوی ناهنجار ارزششان را تکسیب کنند، ناگزیرند که دلیلی از ارزش خود ارائه کنند. این همان امری است که آن همه اشتباه های غالبا آمیخته به زاری و اشکباری را توجیه می کند. دختر جوان سادلوه در آینده مردانگی گرفتار می شود. بنابر موقعیت ها ارزش مردانه در نظرش با نیروی جسمانی، زرافت، ثروت، فرهنگ، هوش، اقتدار، موقعیت اجتماعی و اونیفرم نظامی آشکار می شود. اما چیزی که همواره آرزو می کند این است که جوهر مردانگی در معشوقش خلاصه شود. غالبا خودمانی شدن کافی است که اعتبار او را نابود کند. این اعتبار با نخستین بوسه یا در رفت آمدهای روزانه یا در خلال شب زفاف فرو می ریزد. اما عشق از راه دور فقط خیال محض است نه تجربه واقعی. میل به عشق وقتی که از نظر جسمانی مورد تأکید قرار گیرد به عشقی سالود بدل می شود. به عکس امکان دارد که عشق از دربرگیری های جسمانی زاده شود و زن که از نظر جنسی تحت تسلط قرار دارد مردی را که ابتدا به نظرش بی اهمیت می رسیده مورد تجلیل قرار دهد. اما آنچه غالبا پیش می آید این است که زن موفق نمی شود هیچ یک از مردانی را که می شناسد به خدایی بدل کند. عشق در زندگی زن جایی کمتر از آنچه غالبا ادعا می شود اشغال می کند. شوهر، فرزندان، خانواده، لذتها، رفت و آمدها، خودنمایی، میل جنسی، کسب و کار بسیار با اهمیت ترند. تقریبا تمام زنها رویای عشق بزرگ را در سر پروردند اما جانشینان آن را شناختند به خود آن نزدیک نشدند این عشق با قیافه های ناقص کوفته و جریه دار شده ریش خند آمیز بدون کمال دروغگو از آنها دیدن کرده است اما زنهای بسیار کمی به راستی هستی خود را تقدیم آن کردند عاشقان بزرگ اغلب اوقات زنهایی هستند که قلبشان را در عشقهای کوچک دوران جوانی نفرسودند. آنها ابتدا سرنوشت زنانه سنتی یعنی شوهر، خانه و فرزند را پذیرفتند یا اینکه با طعم تنهایی شدید آشنا شدند یا روی اقدامی که کم و بیش به ناکامی انجامیده شرط بندی کردند. و وقتی امید نجات زندگی به بیراهه کشانده شده است آن را تقدیم به موجودی برگزیده کردند. بی اختیار و سر و جان باخته خود را تسلیم این امید می کنند. مازل آنیسه، جولیت درو، مادام داگو در ابتدای زندگی عاشقانشان تقریبا سی ساله بودند و جولی هم خیلی بیش از چهل سال نداشت. هیچ گونه هدفی به آنها ارزه نمیشد. به کمترین اقدامی که به نظرشان با ارزش باشد نمی توانستن دست بزنند. برای آنها مفردی جز عشق یافت نمیشد. حتی اگر استقلال هم بر زنها مجاز شناخته شده باشد، باز هم راه عشق است که به نظر اغلب زنها جذابترین می رسد. به عهده گرفتن اقدام زندگی کاری استراباور است. پسر نوجوان هم معمولا به زنهای مسنتری که در وجود آنها به دنبال راهنما مربی و مادری می گردد روی می آبرد. اما آموزش، آداب، عادات و دستورهایی که در خود می آبد، او را از اینکه به طور قطع بر سر راه حل آسان کنارگیری توقف کند باز میدارد. پسر جوان این گونه عشقها را جز منزلگاهی موقت در نظر نمیگیرد بخت مساعد مرد در دوران بزرگسالی نیز مانند دوران کودکی این است که او را ناگزیر می کنند که دشوارترین ولی مطمئن ترین راه را انتخاب کند و در آن قدم بگذارد. بدبختی زن این است که او را وسوسه های تقریبا مقاومت ناپذیر احاطه کردند. همه چیز او را بران می دارد که سراشتی به آسان را دنبال کند. به جای اینکه او را دعوت کنند که به سود خود مبارزه کند به او میگویند که کارش فقط این است که بگذارد در این سراشیب بلغزد و بالاخره به بهش های مسهور کننده خواهد رسید زن هنگامی که دیگر خیلی دیر شده در میابد که فریب سرابی را خورده است. در این ماجرا توان و نیروهایش صرف شده است. روانکاوان معمولا ادعا می کنند که زن در معشوقش به دنبال تصویر پدرش می گردد. اما پدر نه به علت اینکه پدر است بلکه به دلیل اینکه مرد است کودک را خیره می کند. و هر مردی هم در این جادو سحیم است. زن نمی خواهد که به فردی در فردی دیگر تجسم ببخشد بلکه خواهان دوباره زنده کردن موقعیتی خواست است. همان موقعیتی که در دوران خورسالی در پناه بزرگسالان با آن آشنا شده است زن عمیقا جزی از کانون خانوادگی شده است در آن طعم آرامش حالتی تقریبا انفعالی را چشیده است عشق مادرش را مانند پدرش به او باز میگرداند کودکیش را به او باز میگرداند چیزی که او آرزو می کند عبارت است از بازیافتن سقفی بر فراز سرش دیوارهایی که او در دل جهان پنهان می دارد و قانونهایی که در برابر آزادیش از او دفاع می کند. این رویای کودکانه بر بسیاری عشقهای زنانه سایه افکنده است زن از اینکه معشوقش او را دختر کوچولوی من کودک عزیز من بنامد احساس خوشبختی می کند. مردان به خوبی می دانند که کلمه های تو قیافه دختر کوچولویی را داری از جمله چیزهایی است که به مطمئن ترین نحو بر قلب زن اثر می گذارد. دیدیم که بسیاری از زنها از بزرگ سال شدن رنج بردند. خیلی از زنها اصرار می ورزند که ادای کودکان را درآورند. در رفتار و آرایش های خود به نحوی بی پایان به کودکی خود ادامه می دهند. دوباره کودک شدن در میان بازوان مرد آنان را ارضا می کند. این همان موضوع ترجیبند مورد پسند است. در میان بازوان تو خود را چه کوچک احساس می کنم. چه کوچک عشق من. همان موضوعی است که به نحوی خستگی ناپذیر در گفتگوها و نامه های عاشقانه تکرار می شود. معشوق زمزمه می کند. بچه، بچه من. و زن خود را کوچولوی تو کاملا کوچولوی تو میخواند ایرن می مردی که بتواند بر من مسلط شود چه زمان خواهد آمد و هنگامی که میپندارد او را ملاقات کرده است میگوید دوست دارم که تو را مردی و برتر از خود احساس کنم زنی مبتلا به اختلال روانی که ژانه مورد مطالعه قرار داده این رفتار را به گیراترین نحو مشخص می کند. تا جایی که به خاطر می آورم، تمام بلاحت ها با تمام کارهای خوبی که مرتکب شدم ناشی از یک عامل هستند. ناشی از اشتیاق عشقی کامل و آرمانی که در آن بتوانم خود را به طور کامل تفیز کنم. تمامی وجودم را به موجودی دیگر بسپارم. خدا، مرد یا زنی آنچنان برتر از من که دیگر نیازی نداشته باشم خودم را در زندگی اداره کنم یا مراقب خود بمانم. کسی را بیابم که به اندازه کافی دوستم داشته باشد که به خود زحمت اداره زندگیم را بدهد. کسی که کورکورانه از او فرمان ببرم و مطمئن باشم که هر گونه ضعف را از من دور می‌دارد. و مرا مستقیما با نهایت ملایمت و با عشق فراوان به سوی کمال هدایت می کند. چقدر حسرت عشق آرمانی مریم مجدلیه و ایسا را به دل دارم. آرزو می کنم شاگرد پرشور استادی ستایشگر که ارزشش را داشته باشد باشم. برای بوت خود زندگی کنم و بمیرم. بدون هر گونه شک ممکن به او اعتقاد داشته باشم و بالاخره پیروزی قطعی فرشته بر جانور نصیبم شود. خود را در میان بازوان او احاطه شده و بسیار کوچک نگاه دارم. چنان در حمایت او قوس کنم و چنان متعلق به او باشم که دیگر وجود نداشته باشم. بسیاری نمونه ها پیش از این به ما ثابت کرده اند که این رویای فنا در حقیقت عبارت از اراده هرسالود بر بودن است. در تمام مذهبها پرستش خدا برای فرد مذهبی و پارسا با نگرانی نجات او در میآمیزد زن با تسلیم تمام و کمال خود به بتش امیدوار است که بت به طور همزمان هم تملک خود زن و هم تملک جهان را که در بت خلاصه می شود به او بدهد. اغلب اوقات در درجه اول زن توجیه و تجلیل من برتر خود را از معشوق می طلبد بسیاری از زنها خود را تسلیم عشق نمی کنند مگر اینکه در عوض مورد علاقه قرار گیرند و عشقی که نسبت به آنها آشکار می شود گاهی برای عاشق کردن آنها کافی است دختر جوان از دریچه چشمان مرد درباره خود به رویا پرداخته است گمان می کند که بالاخره خود را در چشمان مرد پیدا کرده است. سیسیل سواج می نویسد راه رفتن در کنار تو، پیش بردن پاهای بسیار کوچکم که تو دوستشان می داشتی، بسیار احساس کردن آنها در کفشهای بلند دارای ساخهای نمدی، در ازای عشقی که متوجه آنها می کردی، عشق به همه را به من می بخشی. کمترین حرکت های دست هایم، در خز سراستین هایم حرکت چهرم زیر و بم صدایم مرا سرشار از خوشبختی میکرد زن خود را واجد ارزش مطمئن و والایی احساس می کند. بالاخره اجازه یافته که در خلال عشقی که الهام می بخشد خود را دوست بدارد. از یافتن شاهدی در وجود عاشق سرمست می شود. این اعترافی است که زن ورگرده کلت می کند. تسلیم شدم. اعتراف می کنم. با اجازه دادن به این مرد که فردا بازگردد تسلیم این میل شدم که در او نه عاشق نه دوست بلکه تماشاگر حریص زندگیم و شخص خود را حفظ کنم. روزی مارگو به من گفته که انسان باید به شدت پیر باشد تا از خودپسندی زیستن در برابر دیگری چشم بپوشد. کاترین منسفیلد در یکی از نامه های خود به میدلتون ماری نقل می کند که یک کرست کاسنی رنگ دلپذیر خریده است و بلا فاصله می افساید افسوس کسی نیست که آن را ببیند هیچ مرارتی بالاتر از این نیست که کسی خود را گل، عطر و گنجی که هیچ میلی خواهانش نباشد احساس کند ثروتی که به من قنا نبخشد و هیچ کس موهبت آن را آرزو نکند چه معنایی دارد عشق داروی ظهوری است که تصویر نگاتیو کدر را که به اندازه کلیشه سفید بی ارزش است به صورت نسخه پوزیتیو روشن و آشکار می کند. به یاری عشق چهره زن خمهای پیکرش خاطرات دوران کودکیش، اشکهای سابقش پیراهنهایش، عادتهایش، دنیایش، تمام چیزهایی که عبارت از اوست، تمام چیزهایی که به او تعلق دارد از احتمال می گریزد و به ضرورت بدل می شود. او هدیه شگرف در پای مهراب خدای خودش است. پیش از آن که مرد با محبت دستهایش را رو روی شانه های او بگذارد، پیش از آن که چشم مرد از او اشباه شود، او همیشه فقط زنی نه بسیار زیبا در دنیایی بیرنگ و محسوم بود اما از لحظه ای که مرد او را در بر گرفته بود در روشنایی صدفی رنگ جاودانگی قد برافراشته بود به همین جهت مردانی که واجد نوعی اعتبار اجتماعی هند و در امر ارزای خودپسندی زنان مهارت دارند حتی اگر هیچ گونه فریبندگی جسمانی نداشته باشند صداهایی برخواهند انگیخت آنها از طریق موقعیت برجستشان تجسم بخش قانون و حقیقت می شوند. زمیرشان از واقعیتی بلا منازه پرده بر می دارد. زنی را که این دسته از مردها به ستایند احساس می کند به گنجینه ای که بهایش را نمی توان تخمین زد بدل می شود. از اینجاست که فیلم اصل آنچنان که ایزا دانکن می گوید به موفقیت هایش دست می آبد. دانا وقتی زنی را دوست دارد روح او را بر فراز زمین تا مناطقی که در آنها به آتریس در حرکت و درخشش است بالا میبرد هر زنی را به نوبت در جوهر خدایی شرکت می دهد. او را چنان بالا و بالا می برد که زن تصور می کند به راستی همتراز با بیاتریس زندگی می کند. به نوبت به روی هر یک از سوگلی های خود هجابی درخشان می افگند. آن وقت این زن بر فراز دیگران سر بر می کشد و فرو رفته در روشنایی قریب گام بر می دارد. اما زمانی که شاعر میدید هوسش به این زن پایان پذیرفته است و این زن را به قصد زن دیگری ترک می کرد هجاب روشنایی محو می شد حاله خاموشی می گرفت و زن بر زمین عادی سقوط می کرد با این جادوی خاص دانو مورد مت قرار گرفتن شادی و مسرتی شبیه به آنچه هوا هنگام شنیدن صدای مار در بهشت احساس کرد دانو میتواند به هر زنی این احساس را ببخشد که مرکز سقل جهان است فقط در عشق است که زن میتواند اروتیسم و نارسیسیسم خود را با هم آشتی دهد پیش از این دیدیم که در میان این دو سیستم تباینی وجود دارد که تطابق زن با سرنوشت جنسیاش را بسیار دشوار میکند خود را به شیع جسمانی و توم بدل کردن با پرستشی که زن از خود به عمل می آورد تباین دارد. به نظر زن چنین می رسد که در برگیری ها پیکرش را پژمرده و آلوده می کند یا به سبب پستی گراییدن روحش آنها را از بین می برد. از این روز که بعضی از زنها سرد مزاجی را برمیگزینند و میپندارند که به این ترتیب کمال و دست نخوردگی من برترشان را حفظ می کند. زنهای دیگر شهوتهای حیوانی و احساسهای متعالی را از هم جدا می کنند. یک مورد بسیار مشخص مربوط به خانم د سین از که استکل نقل کرده و قبلا در مورد ازدواج از او یاد کردم.